سقطت خبرها. ادامه کشمکش بر سر نتایج انتخابات آمریکا. وکلای ترامپ برای ابطال صدها هزار رای در میشیگان به دادگاه شکایت کردند. ما هر کجا ببینیم که شرایط برای لغو تحریم آماده است، از این فرصت استفاده خواهیم کرد. تاکید رئیس جمهوری ایران بر تلاش برای لغو تحریم ها در دولت بعدی آمریکا. روحانی در مورد فرصت سوزی هشدار داد. درآمد ایران از صادرات نفت و گاز در نیمه اول امسال تقریباً 0.1 رقم پیش بینی شده. سازمان برنامه و بودجه میگوید فقط 5000 میلیارد تومان حاصل شده. و سگ جستجوگر، هنرپیشه و فرشته نجات. تیدا یک نفر را از چنگ زورگیری در تهران بیرون کشید. سلام به شما، عصر چهارشنبه‌تون بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. من پریزاد نوبخت هستم. تلاش سیاسی ناشی از انتخابات آمریکا کماکان در این کشور ادامه دارد، در حالی که همه رسانه‌های اصلی آمریکا جو بایدن را رئیس جمهور منتخب می‌دانند و سران بسیاری از کشورها به او تبریک گفتند. دونالد ترامپ حاضر نیست شکست در این انتخابات را بپذیرد. آقای بایدن واکنش او را خجالت آور خوانده. در تازه‌ترین تحول، وکلای آقای ترامپ اعلام کردند که شکایتی را در ایالت میشیگان ثبت کردند تا جلوی رسمیت یافتن آرای این ایالت را بگیرند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. تنش در خیابان‌های شهر لنسینگ، مرکز ایالت میشیگان. بازتابی از تنش عمیقی که نظام سیاسی ایالات متحده این روزها با آن روبروست. هواداران دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان، در برابر پارلمان محلی ایالتشان جمع شدند، سرود ملی می‌خوانند و بندهای قانون اساسی کشورشان را بازخوانی می‌کنند. وکلای آقای ترامپ اعلام کردند که در تلاشند تا جلوی تایید رسمی شمارش آرا در این ایالت را بگیرند. آخرین نمونه از اقدامات حقوقی که تاکنون در ایالت‌های پنسیلوانیا، آریزونا، جورجیا و نوادا هم صورت گرفته، اما هیچ کدام به نتیجه نرسیدند. خود آقای ترامپ هم در توییتر بر آتش این اختلاف می‌دمد. او با این ادعا که ما برنده خواهیم شد مصر است که انتخابات را نباخته و همزمان بی‌وقفه در حال نوشتن توییت‌های جدید و ری توییت کردن کسانی است که او را تایید می‌کنند. آنچه اینجا به سرعت می‌بینید، فعالیت توییتری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تنها در 24 ساعت گذشته است. برای جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا، و معاونش کامالا هریس، اما نگرانی‌های اصلی موضوعاتی دیگرند. او تاکنون کنفرانس‌های خبری درباره ابتکاراتش برای مقابله با شیوع کرونا و همچنین لزوم تقویت بیمه تأمین اجتماعی برگزار کرده و به وضوح تلاش می‌کند که از پرداختن به اظهار نظرهای دونالد ترامپ بپرهیزد. در نهایت، در پی اصرار خبرنگاران هم، آقای بایدن همچنان لحن مسالمت‌جوی خود را حفظ کرده. من صادقانه بگم، فکر می‌کنم خجالت آوره. این تنها چیزیه که چطور بگم مدبرانه باشه. من فکر می‌کنم این کارها به میراثی که رئیس جمهور می‌خواد از خودش به جا بذاره کمک نمی‌کنه. همزمان موضع‌گیری سیاستمداران استخوان خرد کرده آمریکایی در کنگره این کشور یکی دیگر از نقاط تمرکز رسانه‌هاست، جایی که در ابتدا دموکرات‌ها امیدوار بودند با رفتاری چه بسا متفاوت از سوی نمایندگان جمهوری‌خواه روبرو شوند، اما حمایت چهره‌های سرشناس این حزب از ادعاهای دونالد ترامپ آنها را ناامید کرد. اینقدر که حزب جمهوری خواه به حمله رئیس جمهور به دموکراسی ما مشروعیت می‌دهد، واقعا عصبانی کننده و عمیقا اشتباه است. رئیس جمهور در حال ارائه چالش‌های حقوقی مستند نیست. او به استفاده از حقش برای بازشماری آرا قانع نیست، بلکه خودش را برنده انتخاباتی معرفی کرده که در آن شکست خورده.
مسئله ای که از نگاه خبرنگاران در کنفرانس خبری مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دور نبود. آقای پومپئو خود از جمله کسانی است که از پشت همین تریبون از سیاستمداران نقاط مختلف جهان درخواست کرده که به رأی مردم احترام بگذارند. با این حال در پاسخ به سوالات درباره انتقال قدرت از دونالد ترامپ به جو بایدن این اظهار نظر دور از انتظار را به زبان آورد. یک انتقال قدرت بی درد سر رو خواهد داد به دولت دوم دونالد ترامپ. ما آماده ایم. جهان داره ما رو تماشا میکنه. وقتی همه رأی ها شمرده بشن، انتخاب کنندگان برگزیده میشن. قانون اساسی به دقت تشریح کرده. آقای پومپئو در حالی با قطعیت از دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ سخن گفت که تاکنون 96% آرای انتخابات اخیر شمرده شده و بر اساس برآورد همه رسانه‌های مهم آمریکا دونالد ترامپ در این انتخابات بازنده است و هیچ بختی هم ندارد که با شمارش 4% رأی باقی مانده موفق شود رقیبش جو بایدن را شکست دهد. کیوان حسینی، بی بی سی. بریم به آمریکا. همکارم خشایار جنیدی از واشنگتن با ماست. خشایار، این فضای دو قطبی که توی آمریکا هست کماکان ادامه داره و طرفداران دونالد ترامپ هم اکیداً اصرار دارن که تقلب شده، همونطور که کاندیدای مورد نظرشون میگه. فکر میکنی که کی این فضا آرام‌تر بشه؟ تا زمانی که خود آقای ترامپ اصرار بر این داره که در انتخابات تقلب شده و او پیروز انتخابات هست، بخشی از هواداران او هم این موضوع رو ادامه خواهند داد. در سنا هم شاهد این هستیم که جمهوری خواهان در سنا پشت آقای ترامپ ایستادن و از صحبت‌های او حمایت می‌کنند، از جمله رهبر اکثریت سنا میچ مک‌کانل که دیروز دوباره گفت که آقای ترامپ 100% حق داره که شکایت داشته باشه نسبت به انتخابات و خواهان بازبینی و بازشماری دوباره آرا بشه. آقای ترامپ امروز هم دوباره در توییتر تاکید کرد که او پیروز انتخابات هست. شبکه CNN حدوداً 40 دقیقه پیش با یکی از مقام‌های جمهوری‌خواه در شهر فیلادلفیا صحبت می‌کرد، در ایالت مهم پنسیلوانیا، جایی که هنوز حدوداً 36,000 رأی برای شمردن باقی مونده و این مقام جمهوری‌خواه تاکید بر این داشت که گزارش‌ها و صحبت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی داره میشه در مورد تقلب در فیلادلفیا نادرست هست. بلافاصله آقای ترامپ در توییتر نوشت که رسانه‌های کذاب و شخصی به نام آل شمیت مقام جمهوری‌خواه در فیلادلفیا استفاده می‌کنند که بگویند انتخابات صادقانه بوده. او به کوهی از فساد و بی‌صداقتی اشاره نمی‌کند، ما پیروزیم. در یک توییت دیگر هم انتقاد کرده بود از نظرسنجی‌هایی که در آستانه انتخابات در ایالت ویسکانسین منتشر شده بود، یکی از ایالت‌های مهم در انتخابات که رأیش با آقای بایدن تعلق گرفت، و تاکید کرد که در ویسکانسین هم برای پیروزی داریم آماده میشیم، که اشاره اش هست که احیانا میخوان شکایتی اونجا مطرح کنند و منتظر بازشماری یا تغییر نظر هستند. خشایار، مسئله که الان خیلی دربارش داره صحبت میشه مسئله این بودجه که برای انتقال قدرت در نظر گرفتن از دولت فعلی به دولت بعدی، که آقای ترامپ در واقع داره این بودجه رو نمیده به دولت بعدی. چه اقداماتی داره میشه و چه چیزی پیش روه؟ دلیلش این هست که دولت آقای ترامپ آقای بایدن رو پیروز در انتخابات نمیدونه، بنابراین هم بودجه و هم علاوه بر اون یک سری از امکانات و ابزار کشورداری هست، از جمله گزارش‌های روزانه فوق سری اطلاعاتی است که یک رئیس جمهور یا کسی که رئیس جمهور منتخب هست و قرار هست 70 روز دیگر فرضاً وارد کاخ سفید بشه، باید هر روز از آخرین تحولات مربوط به امنیت ملی آمریکا و دنیا مطلع بشه و این رو در اختیار آقای بایدن قرار ندادن. 4 سال پیش آقای اوباما همین اطلاعات و همین امکانات رو در اختیار آقای ترامپ قرار داده بود، زمانی که رئیس جمهور منتخب بود و همین باعث انتقاد از سوی دموکرات‌ها شده. اما آقای بایدن دیروز در صحبت‌هاش گفت که اگر این امکانات رو بگیره خوبه، ولی هیچ نیازی به این منابع نداره و داره آماده میشه برای گذار و انتقال دولت. امروز هم آقای بایدن قرار هست که با مشاوران خودش در زمینه یه تیم انتقالی دیدار داشته باشه. متشکرم از توضیحات خشایار جنیدی، همکارم از واشنگتن با ما.
رئیس جمهوری ایران هم در واکنش به انتخابات آمریکا گفته که دولتش از هر فرصتی برای لغو تحریم‌ها استفاده می‌کند و هیچکس حق ندارد فرصت سوزی کند. حسن روحانی گفته امیدوار است که دولت جدید آمریکا اشتباهات گذشته را جبران کند و آن کشور به مسیر درست بازگردد. و همچنین با اشاره به تبلیغات سیاسی در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران گفت که نباید منافع ملی را فدای انتخابات کرد. ما امیدواریم مردم آمریکا شرایط رو به گونه ای رقم بزنند که شاهد این باشیم که کاخ سفید بر مبنای منافع مردم آمریکا و بدون تحقیر ملت‌های دیگر و با پایبندی به تعهدات خودش به مسیر صحیح و درست برگرده. البته ما هر کجا ببینیم که شرایط برای لغو تحریم آماده است از این فرصت استفاده خواهیم کرد. ما هدف ما اینه تحریم ظالمانه لغو بشه. ما هدف ما اینه که ایران بتونه به راحتی در تعامل با جهان باشه. ما هدف ما این هست که فشار تحریم رو از روی شونه مردم برداریم. هر جایی هر فرصتی مناسب باشه برای این کار ما وظایف خودمون رو انجام میدیم، اقدامات خودمون رو انجام میدیم. هیچ که حق نداره فرصت سوزی بکنه. باشه، صحبت های حسن روحانی رو شنیدیم. محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار از شهر مشهد در ایران با ما هستن. آقای جوادی حصار خوش اومدید به برنامه. آقای روحانی میگه از هر فرصتی برای لغو تحریم ها استفاده میکنه. چه اهرمی داره برای اینکه این اعمال کنه این خواستش رو؟ سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم. اولین فرصتی که آقای روحانی جواند بهش اشاره بکنه سخن آقای بایدن هست که اعلام کرده بود من به محض پیروزی و استقرار در کاخ سفید به برجام برمیگردم. بازگشت آقای بایدن به برجام یک سد بزرگ رو از سر راه گفتگوهای عادی بین ایران و پنج به علاوه یک برخواهد داشت. یعنی در حقیقت مذاکره محقق خواهد شد اگر آقای بایدن و دولتش به برجام برگردن. این اتفاق اگر رخ بده قطعا به کاهش تحریم ها، بازگشایی معاملات بین المللی ایران و عادی سازی روابط ایران با اروپا منجر خواهد شد و در قالب برجام می توانند گفتگوهای جدید و نوینی رو که احتمالاً بهش نیازمند هستن ادامه بدن. فکر می کنید اصولگراها در ایران بگذارن که این مذاکرات انجام بشه؟ اصولگراها که قطعا تلاش می کنن که نگذارن، اما به نظر من اگر دستگاه رهبری ایران از شخص رهبری گرفته تا شورای امنیت و جاهای دیگه‌ای که تصمیم سازی میکنن به این جنبندی برسن که باید در این شرایط از آمدن آمریکا به برجام استقبال کنن و مانعی برای تداوم برجام ایجاد نکنن، به نظر من مقاومت‌های جریان راست یا راست افراطی حداقل یا کاسبان تحریم ره به جایی نخواهد برد. همان گونه که در دوره انعقاد برجام هم مقاومت های اونا در مجلس و در بیرون مجلس ره به جایی نبرد و دولت با پشتیبانی نظام در حقیقت اون قرارداد رو امضا کرد. فهم میکنی با توجه به اینکه این انتخابات بعدی در ایران نزدیکه، چند ماهی به پایان ریاست جمهوری حسن روحانی باقی نمونده، فهم میکنید که اگر این مذاکرات انجام بشه چه نفعی میتونه داشته باشه برای جناح در واقع غیر اصولگرا در ایران؟ جناح‌های غیر اصولگرا در حقیقت با رفع این تعیین‌ها و آزاد شدن فشارهای روانی از متن جامعه فرصت اینو پیدا خواهند کرد که مجدداً به سمت حرکت‌های سیاسی روی بیارن و انگیزه‌های مشارکت مردم در انتخابات رو افزایش بدن و این دست رفتارهایی که ممکن است عرصه رو بر جریان تمامیت‌هایی که می‌خواهد در پناه ناامیدی ناشی از فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها و کاهش مشارکت در یک زمین بدون رقیب و
خودش رو در عرصه ریاست جمهوری برنده اعلام کنه و بدون رقابت‌های جدی و مشارکت بالای مردم در کاهش مشارکت دست به پیروزی بزنه. متشکرم از توضیحات شما محمد صادق جوادی اسار، روزنامه‌نگار از ایران با ما. مدیر خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه ایران در توییتر نوشته که قاضی محمد مقیسه از دادگاه انقلاب تهران به دیوان عالی کشور منتقل شده. آقای مقیسه به صدور احکام بحث برانگیز علیه منتقدان و فعالان سیاسی و اجتماعی شهرت دارد. آمریکا و اتحادیه اروپا او را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کردند. امروز همینطور در مراسم معارفه احمد زرگر به عنوان رئیس جدید دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. او جایگزین موسی غضنفر آبادی شده که حالا نماینده بم در مجلس است. وزارت خارجه فرانسه میگوید که بمبگذاری در قبرستان غیر مسلمانان شهر جده عربستان چند نفر را زخمی کرده. گفته شده که این حمله با یک بمب دستی در مراسم یادبود کشته شدگان جنگ جهانی اول صورت گرفت که در آن دیپلمات‌های خارجی حضور داشتند. مقام‌های سعودی از افزایش تدابیر امنیتی خبر دادند. حدود دو هفته پیش به یک نگهبان در بیرون کنسولگری فرانسه در جده با چاقو حمله شده بود. شاهزاده خلیفه بن سلمان آل خلیفه نخست وزیر بحرین در 84 سالگی درگذشت. او از حدود 50 سال پیش که بحرین مستقل شد این سمت را داشت و قدیمی ترین نخست وزیر در جهان بود. خلیفه بن سلمان عموی پادشاه بحرین بود. شیعیان بحرین در اعتراضات سالهای گذشته خواستار برکناری او بودند. ناظران معتقدند که انتخاب جانشین او نشان دهنده رویکرد سیاسی این کشور در آینده خواهد بود. بحرین به تازگی با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کرده. در حالی که بحث درباره چگونگی توزیع واکسن در بعضی از کشورهای اروپایی جدی‌تر شده، نگرانی از عدم توازن در توزیع واکسن کرونا در کشورهای در حال توسعه هم بیشتر شده. در همین حال از گوشه و کنار دنیا خبر می‌رسد که آمار روزانه مبتلایان و قربانیان کرونا رو به افزایش است. تازه‌ترین اخبار درباره واکسن و آمار مبتلایان رو در گزارشی از نعیمه نامجو بشنوید. این خط تولید امید است. واکسنی که فعلا انتظار می‌رود دنیای ساکن این روزها را دوباره به حرکت درآورد. واکسنی که شرکت آمریکایی فایزر با مشارکت بایوانتک آلمان تولید کرده. آنها میگویند این واکسن تا 90% در برابر کرونا مؤثر بوده. واکسنی که سیستم ایمنی بدن را برای مقابله با ویروس آماده میکند. از این امید تا رسیدن این واکسن یا واکسن‌های دیگر به کشورهای مختلف و اثبات تأثیرگذاری جهانیش راه درازی در پیش است. اینجا در فرودگاه اورلی پاریس برای حمل و نقل واکسن آماده می شوند. اما همزمان آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در کشورهای مختلف افزایش چشمگیری دارد و به اعدادی بی سابقه می رسد. در ایران مثل بسیاری از کشورها هر ساعت پرونده‌ای برای بیماری تازه بستری شده تشکیل می شود. وزارت بهداشت امروز از ابتلای نزدیک به 12,000 نفر دیگر خبر داده. بر اساس آمار رسمی 462 نفر هم در شبانه روز گذشته بر اثر کرونا جان باختند. هرچند خود مقام‌های این وزارتخانه هم اذعان می‌کنند که آمار واقعی بسیار بیشتر از آمار رسمی است. در تهران و مراکز استانها کرکره خیلی از کسب و کارها زودتر از معمول پایین کشیده می‌شود. گرچه مینو مهرز عضو کمیته ستاد مقابله با کرونا در ایران میگوید تعطیلی زودهنگام عصرگاهی باعث افزایش مراجعات صبح‌ها شده. روسیه هم امروز بالاترین آمار مرگ ناشی از کرونا را ثبت کرد، 432. در مسکو از جمعه محدودیت‌های تازه‌ای برای کار رستوران‌ها و بارها برقرار می‌شود. شمار کسانی که در آمریکا بستری شدند هم به بیش از 60,000 نفر رسیده. افزایش شمار مبتلایان و بالا رفتن تعداد قربانیان وضعیتی است که محدود به چند کشور نمی‌شود. در هفته‌های گذشته شرکت‌های مختلف در کشورهای گوناگون خبر از تولید واکسن می‌دهند و بر سر میزان موفقیتش با هم رقابت می‌کنند.
با وجود این دولت‌ها از مردم می‌خواهند همچنان هشدارها را جدی بگیرند. به نظر می‌آید زمستان پیش رو طولانی و سخت خواهد بود. نعیمه نامجو، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. وکلای دونالد ترامپ برای ابطال صدها هزار رای در ایالت میشیگان به دادگاه شکایت کردند. ما هر کجا ببینیم که شرایط برای لغو تحریم آماده است، از این فرصت استفاده خواهیم کرد. رئیس جمهوری ایران میگوید که برای لغو تحریم‌های آمریکا کسی حق فرصت سوزی ندارد. در ادامه این برنامه ماجرای سعی که یک نفر را از چنگ زورگیری در تهران بیرون کشید. دولت ایران در 6 ماه اول امسال تنها 5000 میلیارد تومان، معادل 1,200,000,000 دلار از صادرات نفت و گاز درآمد داشته. حمید پور محمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه، به خبرگزاری فارس گفته که دولت در این مدت حدود 10,000 میلیارد تومان هم از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی برداشت کرده. دولت در قانون بودجه سال 99 پیش بینی کرده بود که 45500 میلیارد تومان از صادرات نفت درآمد کسب کند. همکارم بهرنگ تاجدین، خبرنگار اقتصادی مان اینجاست تا بیشتر در این باره صحبت بکنیم. بهرنگ، آقای پور محمدی اول گفته بود که صادرات نفت ایران 600 تا 700 هزار بشکه نفت در روز، ولی بعد اینو پس گرفت. چرا؟ ببین، اتفاقی که افتاد این بود که از 2-3 سال پیش که تحریم‌های آمریکا صادرات نفت ایران رو به شدت محدود کرد، مقام‌های ایران از گفتن میزان واقعی صادرات نفت خیلی ابا داشتن. بارها گفتن این رقم محرمانه است و به هر حال تمایلی به گفتنش نداشتن. اما اگر این اعداد و ارقامی رو که آقای پور محمدی در مورد میزان درآمد ریالی دولت گفته اینا رو بررسی کنیم، می‌بینیم که این 5000 میلیارد تومانی که گفته معادل 1,200,000,000 دلار درآمده، که حالا باز مسئله اینی که نصف درآمدهای نفتی قانوناً به بودجه دولت میاد، به این معنیه که درآمد نفتی ایران احتمالاً تو این 6 ماه حدود 2,400,000,000 دلار بوده، که با توجه به اینکه متوسط قیمت مثلا سبد نفتی اوپک تو این 6 ماه حدود 34-35 دلار بوده، به معنی اینه که ایران حدوداً روزی 370,000 بشکه نفت خام تو این 6 ماه صادر کرده، که اگه خاطرتون باشه 2.5 سال پیش وقتی که تحریم‌های آمریکا می‌خواست شروع بشه، این رقم تقریبا 6 برابر این بود، حدود 2.5 میلیون بشکه در روز. در نتیجه نشون میده چقدر صادرات نفتی ایران محدود شده. این اعداد و ارقامی که الان گفتی دقیق چه تأثیری میذاره روی بودجه بعدی؟ ببین، مسئله اساسی اینه که بودجه ایران امسال پر از کسری بودجه است. اگر که حالا میگم این بودجه هم چند بار تغییر کرده، این 5000 میلیارد تومان درآمدی که دولت از صادرات نفت توی 6 ماه اول کسب کرده، حدوداً یک دهم درآمدیه که برای کل سال در نظر گرفته بوده. یعنی به جای اینکه نصفشو کسب کنه، فقط 1/10 کسب کرده. کلی درآمدهای دیگه هم هستش توی بودجه که اونام باز به نفت مربوط میشه. ببین، سهم نفت در ظاهر در بودجه امسال ایران خیلی کم بوده، در حد کمتر از 10% بوده، ولی در عمل سهم صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی خیلی بیشتره. نتیجه این داستان این شده که ارقامی که همین چند روز پیش در اومد نشون میداد که دولت ایران در 6 ماه اول امسال از 264 هزار میلیارد تومانی که خرج کرده، حدود 120 هزار میلیارد تومان، این درست 45-50%، تقریبا نصفش رو به انهای مختلف قرض گرفته. حالا با فروش اوراق بدهی، تنخواهگردانی که از بانک مرکزی گرفته و در واقع برداشت از صندوق توسعه ملی. یعنی نشون میده تقریبا نصف بودجه دولت داره از قرض میاد. و خب مسئله اینه که یکی از دلایلش همین کاهش شدید درآمدهای نفتیه. ممنونم از توضیحات بهرنگ تاجدین، خبرنگار اقتصادی. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. در ارمنستان پلیس حدود 80 نفر از معترضان به توافق اخیر با جمهوری آذربایجان برای پایان دادن به جنگ در منطقه قره‌باغ را دستگیر کرده. بعضی از مخالفان دولت ارمنستان این توافق را مایه شرمساری خواندند.
بر اساس این توافق که با وساطت روسیه به دست آمد، قرار شده بخش‌های بزرگی از منطقه قره‌باغ و نواحی آن به جمهوری آذربایجان واگذار شود. نخست وزیر ارمنستان در دفاع از توافق گفته که نیروهای آذربایجان در آستانه تصرف مرکز قره‌باغ بودند. در هنگ کنگ نمایندگان مخالف دولت در پارلمان دست جمعی استعفا کردند. این اقدام بعد از آن صورت می‌گیرد که دولت هنگ کنگ 4 نماینده مجلس را رد صلاحیت کرد. طبق مصوبه جدید پارلمان چین، قانونگذارانی که وطن پرست تلقی نشوند یا تهدید علیه امنیت ملی تشخیص داده شوند بدون حکم دادگاه برکنار می‌شوند. نمایندگان مخالف می‌گویند که این قانون جدید ناقوس مرگ دموکراسی را در هنگ کنگ به صدا درآورد. دولت بریتانیا قصد دارد برای حفظ محیط زیست استفاده واحدهای تجاری از کالاهایی را که منشأ آنها جنگل‌های بارانی باشد ممنوع کند. طبق قانون جدید تنها کالاهایی که قابل استفاده خواهند بود که بر اساس قوانین محلی محیط زیست تهیه و تولید شده باشند. بریتانیا بیش از نیمی از مواد غذایی مورد نیازش را وارد می‌کند. بیش از 50% جنگل زدایی غیرقانونی در جهان برای گسترش زمین‌های کشاورزی و دامداری صورت می‌گیرد. تیدا، سگ جرمن شپردی که در ایران است، از جستجو در آوار ساختمان پلاسکو تا بازیگری در فیلم سینمایی متری 6.5 را در کارنامه‌اش دارد. اما این بار بدون حضور مربیش جلوی یک زورگیره را در تهران گرفت. تیدا در اینستاگرام 1.5 میلیون دنبال کننده دارد و طرفدارانش را با هنرنمایی‌هایش شگفت زده می‌کند. ویدیویی که الان با هم می‌بینیم از دوربین مداربسته خانه همسایگان میر مسعود رضوی، مربی و صاحب تیدا ضبط شده و به گفته او بعد از چند روز در اختیارش قرار گرفت. بچه‌ها، این فیلم رو دوربین مداربسته ضبط کرده. ساعت 9:12 شب من ماشینم رو پارک میکنم، داخل خونه کار داشتم. پیاده میشم، تیدا رو دقت کنید، عقب ماشین تو کابین هستش. من پیاده میشم، تیدا رو بهش میگم بشین بلند نشو، میرم داخل خونه. یکم کارم طول کشید، نیم ساعت بعد تایم بالا رو دقت کنید، یه خانم داره رد میشه، یهو خفگیری میشه بغل ماشین من. دقیقاً تیدا شروع میکنه واق زدن، دوزه از واق تیدا در میره، تیدا سمت دوزه حمله میکنه. بعد وقتی برمیگرده بیاد داخل ماشین، اون خانم از تیدا میترسه، فکر میکنه به اون داره حمله میکنه، خانم شروع میکنه در رفتن. بعد نگاه کن، دقیقا میره سر جاش. وقتی من برگشتم نفهمیدم یه همچین اتفاقی اول افتاده، همسایه ها به این گفتم. با این گزارش به پایان بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهیتون.